دویدن بازی زندگی. که امیر حسین خیلی از دویدن خوشش نمیاد. ولی من حواسی زیاد کار میکنم. آره. ما میتونیم دویدن رو با انواع اعتیاد جایگزین کنیم. من خب از طرف تو آخه یه کادو بدم به بچه‌ها. سلام، من امیر حسین فرزانه‌ام و قراره که با یک اپیزود دیگه همراه شما باشیم با یه موضوع خیلی جذاب. چرا؟ چون الان یه اتفاق جالبی افتاده. همیشه دویدن خیلی مورد توجه قرار میگرفت، تازگی‌ها خیلی ترند شده و ما آدم‌های زیادی رو می‌بینیم که درگیر دویدن شدن و علاقه به دویدن داره خیلی توسعه پیدا می‌کنه. از طرفی دویدن میتونه تاثیر خیلی زیادی داشته باشه در توسعه فردی. اساس گفتگوهای ما همیشه رشد و توسعه فردی بوده و فکر کنم که الان یک فرصت فوق‌العاده است با یکی از اسطوره‌های ورزش ما در دو میدانی سریع‌ترین مرد آسیا بشینیم صحبت بکنیم با چند تا سرفصل. چی شده که دویدن اینجوری تو زندگی ما رخنه کرده و یه جایگاه به این ویژه‌ای پیدا کرده؟ اصلا ما از دویدن چیا میتونیم به دست بیاریم و ورزشکار بزرگ ملیمون حسن تفتیان کمکمون بکنه تا ما از این پدیده تو زندگیمون بیشتر بتونیم استفاده کنیم؟ و حسن تفتیان عزیز، دوست قهرمانم، افتخار ملی، چقدر خوبه که قراره دوباره با هم صحبت بکنیم. امیر حسین عزیزم سلام، امیدوارم که خوب باشی و از همین ویدیو سلام میکنم به همه مردم عزیز کشورم و همه کسایی که این ویدیو رو میبینن. امیدوارم که حالشون خیلی خیلی خوب باشه و یه گفتگوی خیلی خوبی با هم داشته باشیم و قطعا که همینطوره. با توجه به انرژی که تو داری قطعا یه گفتگوی پر انرژی خواهیم داشت، مخصوصا اینکه موضوعمونم یه موضوع خیلی انرژیزا و انرژتیکه مثل دویدن. و برو بریم. میدونی چیه؟ تو یک مخلوطی و یک کامبینیشنی از کلی ویژگی منحصر به فردی. تو با تلاش زیاد خودتو رسوندی به اینجایی که الان سریع‌ترین مرد آسیایی. از نظر شخصیتی آدم فوق‌العاده هستی، تو کسب و کاری آدمی هستی که به زیبایی داری رشد میکنی و همه اینا، تحصیلاتت، تتاکت، همه اینا رو که میذاریم کنار، آدم باید بشینه پای صحبت تو در مورد موضوع به این قشنگی صحبت بکنه. و من یه چیزی بگم، این دومین باره که من دارم با حسن تفتیان صحبت میکنم. ما قبلا یه گفتگو داشتیم با هم در مورد مدیریت زمان و با کسی در مورد مدیریت زمان صحبت کردیم که به قول خودش 10 سال تلاش کرده برای چند صدم ثانیه، یعنی 10 سال تلاش کرده برای که چند صدم ثانیه زندگیشو، یعنی زندگی حرفه‌ایش که 2 سرعت رو ارتقا بده. من دوباره یادآوری می‌کنم چند تا موضوع که با هم دیگه می‌خوایم صحبت کنیم برای اینکه بچه‌ها تو ذهنشون باشه قراره چیا به دست بیارن. چی شده که ورزش دویدن اینقدر داره توسعه پیدا می‌کنه؟ اصلا این دویدن چه نقشی می‌تونه تو توسعه فردی ما داشته باشه؟ و حسن تفتیان به ما کمک بکنه یه سری راه حل و ترفند و انتقال تجربه رو داشته باشیم از حسن تفتیان، برای اینکه بچه‌ای که این پادکست رو گوش میدن کادو بگیرن از حسن تفتیان. برو بریم. چی شده دویدن انقدر داره رشد میکنه تو دنیا؟ خب ببین، بذار یه خورده اول راجع به خود دویدن صحبت کنیم. همینطور که توی رفتار حرکتی ما خوندیم، دویدن یکی از ابتدایی ترین حرکاتیه که انسان یاد میگیره. یعنی بعد از اینکه ما خب به دنیا میایم، سعی میکنیم که حرکت کنیم، با سینه خیز کردن، بعد 4 دست و پایی، بعد حالا یه خورده راه رفتن های همون دوران نوزادی، و بعد از اینا توی سیر تکامل انسان یکی از اولیه ترین حرکاتی که انسان برای در واقع جا به جایی و حرکت کردن یاد میگیره دویدن. پس این کاملا بنیادی، اساسی و ذاتی امیر حسین، یعنی یکی از ابتدایی ترین ورزش های ما، شاید به صورت غریزی در بدن ما و خداوند این استعداد و این خلقت رو در بدن ما نهفته و این نعمت رو در واقع به ما هدیه کرد. پس این موضوع خیلی موضوع پر اهمیتیه، این که ورزش دویدن به خودی خود در وجود و در شاید بگیم ذات و سرشت هر انسانی هست، به واسطه اینکه خب شما حتی اگه نگاه کنید انسان‌های اولیه هم از همون ابتدا به ساکن بعضن به خاطر شکار کردن یا به خاطر فرار کردن یا به خاطر
در امان موندن و بقای نسل خب باید میدویدن که از یه چیزایی فرار کنن یا یه چیزایی رو بگیرن که غذاشون رو بخورن و از این مسائل. پس دویدن یک ورزش کاملا بنیادین و کاملا ذاتی در وجود ماست. از همین رو این ورزش میتونه در واقع کاملا بر جسم ما و روح ما تأثیرات مثبت بسیاری بذاره، از این باب که آسیب‌های خیلی کمی داره و موقعی که شما میدوید در واقع تمام سیستم بدن و تمام ارگان‌ها، نه تنها صرفا یک دسته از عضلات یا یک در واقع فیلد از سیستم انرژی درگیر میشه، بلکه تمام در واقع سیستم انرژی‌ها و تمام عضلات به واسطه همین در واقع ذاتی بودن این ورزش در سرشت ما باعث میشه که تقویت بشه و این تبعات بسیاری بر سلامتی ما که خب حالا شاید انقدر زیاده که نخواد تک تکش رو اسم ببریم توی این مصاحبه، و همینطور اثرات فوق‌العاده‌ای بر شاید بگیم ذهن ما، روحیه ما و چیزی که خب شاید الان توی عصر جدید با توجه به این دنیای پرسرعتی که همه توش داریم حرکت میکنیم و همه چیز رو دوست داریم خیلی سریع انجام بدیم و اینها، یک آرامشی به شما میده در این دنیای پرسرعت امروزی که قطعا شاید مثال دیگه‌ای رو نتونیم بیاریم براش. و دویدن از این باب خیلی الان ترند شده به واسطه اینکه انسان‌ها سعی میکنن از اون دنیای پرهیاهو فاصله بگیرن. شاید این جمله رو اولین بار باشه بشنوید، ولی دویدن رو اومدن با مدیتیشن در واقع مقایسه کردن که شما زمانی که دارید میدوید به هیچ چیزی فکر نمی کنید و تمام در واقع این ذهنتون هست که آرامش پیدا میکنه و برای یک زندگی که بعد از حالا اون مقطعی که شما دارید میدوید کاملا میتونید پر انرژی باشید، خلاقتر باشید. و خب همه اینا میگم از جمله حالا واقعا اون اثرات مثبتش بر جسم ما که بذاریم کنار و سلامتی، همین کمک به بهبود روحیمون، آرامش ذهنمون، اعتماد به نفسی که به آدم ها میده، کنترل زندگی در وجه‌های مختلف مثل کنترل خواب بهتر، مثل عادات غذایی بهتر، صبح زود بیدار شدن، شب زود خوابیدن، اینا همه یک نظمیه که به زندگی میده. و من یه داشتم یه مطلبی رو میخوندم که یکی از دکترها گفته بود که ما میتونیم دویدن رو با انواع اعتیاد جایگزین کنیم. یعنی شما ببین چقدر این دویدن میتونه به هر حال یه شاید حس میکنم یه پادزهر برای هر آن چیزی که شما مشکل داشته باشی. خب از همین رو واقعا میتونه ترند باشه توی دنیا به واسطه اینکه الان توی کشورهای پیشرفته خب خیلی بیشتر شاید از ایران مردم سالیان سال دارن میدونن، هر روز صبح که خواب بیدار میشن میزنن بیرون در حالا همون اطراف خونهشون به شاید بگیم ابتدایی ترین شکل و آماتور ترین حالت تمرین دویدنشون رو دارن و خب این باعث شده که در واقع ورزش دو میدانی یا ورزش دویدن به اصطلاح، حالا دو میدانی به واسطه اینکه خب حرفه‌ای میشه و 24 تا ماده شاید پرتاب‌ها و پرش‌ها هست، خیلی اصطلاح درستی نباشه برای مصاحبه امروزمون، ولی ورزش دویدن واقعا همینه که انقدر ترند شده توی دنیا و در واقع هر روز هم بیشتر میشه و خب این به تبع توی کشور ما هم داره این اتفاق میفته. بیا کار باحال بکنیم، بیا همه این تمام چیزهای فوق‌العاده که گفتی و قابل انتقال و قابل برداشت و زندگی شخصی خودمون بکنیم. اولا خیلی نکته جالبی بود، از وقتی که خلقت بوده و انسان خودشون رو پیدا کردن دویدن جزی از فطرتشون بوده، ذاتی بوده، اصلا جزی از زندگیشون بوده و به خاطر همین طبیعیه که آدم رو دوستش داشته باشن و باهاش عجین باشن. این از قدیم بوده، میاد به دنیای امروز، مثلا نه هزینه عجیب غریبی داره ممبرشیپ و عضویتی نمیخواد برای دویدن، تو هر هوایی میتونی بدوی، وقتی تو دویدن خوب میشی تو سرما و گرما میتونی بدوی، هممون تجربهش کردیم تو زندگیمون، سن نمیشناسه و همه اینا باعث میشه که خب
دویدن طبیعیه با این همه مزایایی که داره توی زندگیمون بتونه جریان پیدا کنه، رشدش بیشتر باشه. یه نکته‌ای که هستش اینه که مردم امروزه خیلی بیشتر از قدیم ورزش میکنن، خیلی بیشتر از قدیم مزایای ورزش رو میدونن. ورزش اومده جزئی از زندگیمون شده، طبیعیه که دویدن به خاطر تمام این ویژگی‌هایی که الان ما هم در موردش صحبت کردیم ترند بشه و رشد بیشتری داشته باشه. حالا اینقدر نکات جذابی رو داشتی میگفتی، حیف آمد از اینا رد بشیم. در مورد افزایش اعتماد به نفس صحبت کردی، بیا دونه دونه اینا رو که گفتی رو من یه بار دیگه بهش اشاره میکنم، بریم توش عمیق تر شیم، چون مجموعی از اتفاقای خیلی مهم بود تو زندگی، میایم دونه دونه توش ریز میشیم. مثلا در مورد اعتماد نفس داشتی صحبت میکردی، من داشتم به این فکر میکردم که خب تا وقتی که دویدن بخشی از زندگیت داره میشه، مرتب داری یک کاری رو انجام میدی، مرتب داری یک فعالیتی که ذاتاً سخته ولی تو داری انجامش میدی، یه هدفی داری، هی میری این هدفه رو بهش میرسی، خب تو دستاورد داری تو زندگیت به دست میاری و تو در مسیر رشدی و چرا اعتماد نفس پیدا نکنی؟ اینا چیزای اساسیه که باعث افزایش اعتماد نفس میشه. بیا همینو بگیریم بریم تا در مورد بقیهش من دونه دونه حرفای خودتو میارم میذارم عمیق بشیم توش. اعتماد به نفس دقیقا همینطوره. آره واقعا باید به دونه دونه اینا در واقع نگاه عمیق‌تری داشت و صحبت‌های بیشتری راجبش کرد که شاید در واقع حالا یکی مثل من که خب زندگی 20 سال الان زندگیشو گذاشته تو دویدن، بیشتر از هر کسی درک میکنه که چقدر اثرات مثبتی دویدن توی زندگیش داشته و داره همینطور، ولی شاید برای اونی که خب بخواد تازه دویدن رو شروع کنه به هر حال این اصطلاحات قشنگ شاید خیلی سهه‌گذاری نشه براش توی ذهنش و این واقعا مصاحبه میتونه کمکش کنه برای اینکه در واقع فواید دویدن رو خیلی بهتر درک کنه. ببین ما اومدیم یه تاپیک قشنگی رو انتخاب کردی، دویدن و توسعه فردی. یعنی ما گفتیم که خب دویدن میتونه چه اثراتی بر توسعه فردی داشته باشه. توسعه فردی هم خب همطور که شاید همه بهتر از من میدونن توی 4-5 تا بُعد که خب انسان در واقع میخواد توی اونها پیشرفت کنه، مثلا یکیش ذهنشه، یکیش بدنشه، یکیش در واقع حالا رشد اجتماعی، رشد عاطفی، رشد معنوی، خب توی اینا میخواد پیشرفت کنه که در تکامل همه اینا و برایند همه اینا بشه توسعه فردیش یا رشد فردیش. حالا دویدن چجوری کمک میکنه؟ همطور که تو گفتی، یعنی یکی یکی از اینا رو میای در واقع مورد بررسی قرار میدی. مثلا اعتماد به نفس، چجوری دویدن باعث اعتماد به نفس میشه و اعتماد به نفس خب یکی از شاخصهای در واقع توسعه فردیه که ما خب میخوایم بهش برسیم. ببین اعتماد توی ورزش کردن، دیروز داشتم با یکی از مربیای تیم ملی فرانسه صحبت میکردم، خیلی نکته جالبی گفت. گفت الان بچه ها تا سن 10 سالگی در کشور فرانسه هیچ مقام و هیچ رکوردی ازشون گرفته نمیشه و صرفا فقط ورزش رو به خاطر ورزش کردن انجام میده. اما از یک سنی به بعد ما انسان ها همیشه دنبال رقابت کردن. اون شاید توی اون سن کوچیکی یک سیاستی باشه که بچه ها ورزش زده نشن، خودشون رو مقایسه نکنن، شاید گوشگیر نشن یا مثلا ناراحت و غمگین نشن از بابت اینکه یکی از همکلاسی‌هاشون اول شده یا اونا آخر شدن. اما صادقانه همه ما توی سن بزرگسالی یا جوانی و بزرگسالی دنبال رقابت کردنیم، دنبال به دست آوردنیم، دنبال اول شدنیم، دنبال تموم کردن یه چیزی هستیم. پس همین که دویدن با رکوردهاش، با تموم کردن مسابقهش، با تموم کردن یک متراژی در از مسافت که شما هر روز دویدی و روز بعد تونستی مقدار بیشتری رو بدویی یا همون مسافت رو در زمان کمتری دویدی، اینا همش بهت حال خوب میده و همش باعث بالا رفتن اعتماد به نفست میشه و این حال خوب رو تو همش توی زندگی داری حس میکنی به واسطه اینکه حس میکنی تو پیشرفت کردی و یه پیشرفت ملموس کردی.
اینکه تو به من میگی 10 سال تمرین کردی و دویدی به خاطر چند صدم ثانیه، چون یه بخش زیادی از زندگی من وابسته است به همون صدم های ثانیه و وقتی من این صدم های ثانیه رو میشکنم و میارم پایین و زمانم رو هی بهتر میکنم، این باعث میشه که من حس کنم پیشرفت کردم توی زندگی و باعث حس اعتماد به نفس، عزت نفس و حس خوشایندی و در نهایت همه اینها باعث میشه که حس کنم من یه آدم مفیدی بودم، یک توسعه فردی داشتم و در واقع یک آرامشی توی زندگیم به وجود میاد که خب فکر میکنم مهمترین در واقع مؤلفه زندگی همه آدم هاست. حالا اگه موافق باش، اگه صحبتی داری بگو، اگه نه من در واقع میخواستم همینجوری یکی یکی اینا رو آره من اعتقاد خواستم برای تسهیلش بکنم، یعنی بسید اینکه ذهنتو سازماندهی بکنم، دونه دونه همه اینا که گفتی رو من داشتم نگاه میکردم که دونه دونه رو بذارم جلو در موردشون صحبت کنیم. و یه چیز شگفت انگیزی که توی دویدن هست، اصطلاحا اون زمانی که مال خودته خیلی مال خودته، داری میدوی، موزیکی که میخوای گوش میدی، دستاورد داری، پادکست گوش میدی، طبیعت رو میبینی. و یه چیز خیلی جالبی که تو دویدن هست، دویدن باعث میشه که این اندورفین تو بدن ما در حد بالایی ترشح بشه. این همون هورمونیه که باعث انرژی میشه، باعث خوشحالی میشه و اصطلاحاً از راه درستش آدما به اون شعف و به اون های شدنی که همه راه غلطه، یعنی خیلی راه غلطشون انتخاب میکنن، از راه واقعا زیباش بهش میرسن. و چی از این قشنگتره که تو احساس شعف بکنی، مشعوف بشی، بالاترین انرژی رو حس بکنی، بالاترین حس شادی رو حس بکنی توسط دویدن. دقیقا همینطور، واقعا خیلی خیلی, خیلی خیلی درست گفتی. این شاید بگیم یکی از نعمتهایی که خداوند در وجود ما گذاشته که به واسطه دویدن ما میتونیم یک اعتیاد سالم داشته باشیم و این اعتیاد سالم میتونه جایگزین، همطور که گفتم یکی از مطالبی که به تازگی خوندم، جایگزین همه اعتیادهایی که ما توی زندگیمون داریم باشه و این میتونه واقعا فقط لطف خدا و یک نعمت بزرگ باشه که باید شکرگزارش باشه. خیلی جالبه، چون میگن وقتی میدویی از نظر ذهنی هم توی حالت بهتری قرار میگیری، یعنی بوست میکنه اون وضعیت ذهنی تو. من برای خودم این تجربه شده، اصلا دوست دارم ازت بپرسم چطوری داره این اتفاق افتاده. من بسیاری از ایده هایی که تو زندگیم باهاش کیف کردم، یعنی منو هول داده رفتن جلو، توی زمانی اینا به ذهنم رسیده که داشتم ورزش میکردم، داشتم حوازی کار میکردم، داشتم میدویدم و این تو زندگی خود من بارها تکرار شده و من نفعش رو تو زندگی بردم. چه اتفاقی واسه ذهن ما میفته موقع که میدوی؟ آره حالا من اینو بگم که امیرحسین خیلی از دویدن خوشش نمیاد ولی من حوازی زیاد کار میکنم. آره ولی قول میده که از همینجا ببین، واقعا دویدن یه بخشیش همین مبارزه هر لحظه با ذهن و جسمت دیگه و من قولشو همینجا از امیرحسین میگیرم که از فردا، آره واقعا از فردا هر چقدر هم کم و هر چقدر هم کوتاه دویدن رو شروع کنی و بعد از یک ماه اثراتش رو توی همین پادکست به مردم بگو، حداقل تو سه گذاری کن روی حرفای من. حتما حتما. من حالا خیلی دونده حرفه‌ای یا مثلا این بچه‌ای که تو شهر میدوئن و اینا، من دویدن رو دستگاه تردمیل یا اصولا مثلا ورزش هوازی بخشی از زندگی می‌دونیم، من اینا رو تو زندگیم تجربه کردم، حس خوبش هم گرفتم. ولی بعد مدل شما هم شروع کنم دویدن. و یه چیز جذابی، حالا اینو یادمون نره که تو ذهن چه اتفاقی میفته، یه چیزی که برای من خیلی الان ارزش داره این کامیونیتی درست کردن در دویدن بوده، چون من الان دارم نگاه میکنم تعداد زیادی از این گروه ها هستن که با هم میدوئن، همدیگر رو حمایت میکنن، ساپورت رو توشون میبینی، به هم کمک میکنن برای اینکه بهتر بشن. و چقدر این قشنگه، یعنی بین دونده های فرهنگی رو جاریه که اینا گروه های مختلف رو میبینی که با هم میدوئن، همدیگر رو کمک کنن برای بهتر کردن. و باور کن این یه چیزیه که من خیلی دوستش دارم، احساس میکنم توی این مدل دویدن اینو به دست نیاوردم و لازمه که اینم تو زندگیم بیاد. قطعا همینطوره.
آره اگه موافق باشیم بریم سراغ همون حرف اصلیمون، یعنی اینکه خب ما توی اون قسمت‌های مختلفی که گفتیم الان به دو تا موضوع اشاره کردیم، یعنی یکی هم توی رشد ذهنیمون و هم حتی رشد اجتماعیمون، یعنی این قسمت دوم رو هم خودت اشاره کردی که رشد اجتماعی هم توی دویدن هست. راجع به رشد ذهنی اینطوری بهت بگم که واقعا دویدن، همینطور که توی کتاب وقتی از دویدن حرف میزنم از چه حرف میزنم، همش میگه دویدن مبارزه لحظه به لحظه با خودته، یعنی شما توی دویدن رقیبی در واقع نداری جز خودت، چون تویی که میخوای بهتر بدوی، سریعتر بدوی، بیشتر بدوی و اون تارگتی که توی ذهنت مثلا میخوای ماراتون رو فینیش کنی، نیمه ماراتون رو فینیش کنی و خب همه اینا هدفهای شخصیه، به واسطه اینکه شاید 1000 نفر 10000 نفر هم کنار تو ماراتون رو بدوئن، اما دیگه اون میره توی فیلد تخصصی و حرفه‌ایش که خب ورزشکارهای حرفه‌ای دارن کار میکنن، اما برای تو یه در واقع تارگت خیلی پرسوناله که تو میخوای فقط برسی به اون چیزی که بهتر از خودت باشی. و اینطوری بهت بگم که این بازی با ذهن و شکست شدن عادت‌ها و شکست شدن مرزها ثانیه به ثانیه توی زندگی توی دویدن اتفاق میفته که خیلی باعث میشه تو توی زندگیت راحت‌تر باشی. یعنی شما وقتی که دویدن رو انجام بدی به واسطه اینکه عادت شه برات و هر روز سعی کنی که پیشرفت کنی، با زمان کمتری در واقع با سرعت بیشتری بدوی، مسافت بیشتری رو بدوی، این باعث میشه که توی زندگی زمانی که یه مشکل بزرگی درات پیش میاد بگی خب پس من اینو شکست میدم که باز برم مرحله بعد، در واقع هی تو دنبال لول اپ کردن زندگیتی و خب اینو داری توی دویدن میبینی به بهترین شکل و ملموسترین شکل. ببین راجع به نکته دومی هم که گفتی رشد اجتماعی، خب همین که الان این همه باشگاه های دویدن، تیم های دویدن و در واقع گروه های دویدن توی تهران مخصوصا و توی ایران و توی جاهای مختلف دنیا زیاد شده، اینا همه اثرات مثبت اجتماعیه که میتونه داشته باشه. یعنی یه کسی که قبلا شاید حلقه کوچیکی از دوستاشو داشته الان میره توی گروهی که 50 نفر دارن با هم میدوئن، رقابتی که بینشون هست، دوستی و رفاقتی که بینشون هست، بعضا رویدادهای ورزشی و سفرهای ورزشی که با هم میرن، چه میدونم یه مسابقه ماراتون، نیمه ماراتون، 5 کیلومتر رو میخوان برن و همش برای لذت بردن از زندگیه، به واسطه اینکه هیچ رقابتی وجود نداره، فقط لذت بردنه و اینکه از خودشون بهتر باشن. یعنی هر روز به واسطه اینکه از خودشون بهتر باشن فقط این یه حس خوشایند و حس آرامش و حس اعتماد به نفسی بهشون میده که همه اینا در کنار اون دوستیه و در واقع رشد اجتماعی و رشد ذهنی که گفتیم و حالا یه موضوع دیگه هم که میخوام بگم در واقع رشد معنویه، همه اینا رو در واقع یه کامپلکس قرار میدی، میبینی که واو اصلا خب همینه که دویدن اینقدر داره ترند میشه و اینقدر آدما دنبال دویدن هم. خیلی جذابه اینه که داشتی میگفتی، یکم بابت خودم هم خوشحال بودم روز شو بخوای. میدونی چرا؟ این رشد اجتماعی و این ارتباط برقرار کردن و این نتورکینگی که در دویدن هست یکی از اهدافی بوده که من تو به عنوان بنیانگذار و به عنوان فاوندر پروژه ویوین چیزی بوده که احساس میکردم این باید خیلی توسعه پیدا کنه و راستش بخوای با خودم داشتم کیف میکردم که این پروژه ویوین میتونه آدما رو کمک کنه برای همین موضوع و راستی مرسی بابت حمایتی که از ما داشتی، برام مثل همیشه یه دنیا ارزش داره. آقا چی میگن با دویدن استرس تو میتونی کاهش بدی؟ آره یه بخش دیگه ای از دویدن رو بذاریم راجع به همین رشد معنوی و رشد عاطفی در واقع توی آدم ها. ببین خب دیگه اگه این دوتا بودم دویدن بتونه ارتقا بده، خب پس دیگه تاپ ترین چیزه برای رشد در واقع فردی و توسعه فردی که واقعا هم همینطوره. ببین من اشاره کردم ما توی دویدن ثانیه به ثانیهش جنگ داریم با خودمون، نه با هیچ کس دیگه، پس این یه در واقع خودشناسی رو به آدم ها میده که شما توی فضای بیرون و توی زندگی روزمرتون هم خیلی نیازی نیست خودتون رو مقایسه کنید با دیگران، خیلی نیاز نیست هرس و حسادتی داشته باشید، خیلی نیازی نیست که در واقع همش خودتون رو در قیاس و مقایسه قرار بدید. هر آن چیزی که هست درون خودتونه و هر آن چیزی که خواهد آمد از آرامش و از در واقع فطرت و وجود و افکار خودتونه. و توی دویدن شما وقتی به اون خلسه میرسی و وقتی به اون در واقع اون
یه کلمه ایه که توی ذهنم نمیاد. مثلا وقتی که به اون ببین مثلا دونده ها میگن چه میدونم مثلا خوشحالی دوندگی داری، خب، یا مثلا چه میدونم اعتیاد دوندگی داری، یه حسی توی دویدن بهت دست میده، مثلا یه حسی از اوج شاید بگیم آرامشه، برای همین با مدیتیشن مقایسه میشه، اوج شاید بگیم عملکرد سیستم های بدنه، برای همین میگن مادر ورزش هاست. یه حس خاصی که وقتی توی دویدن بهت دست میده، شما فکر میکنی که یک لحظه واقعا زندگی، معنای زندگی رو بهتر درک میکنی. شاید الان توی کلمات نتونم خوب ادا کنم این موضوع رو، ولی ببین شما زمانی که خودت بدویی و هی هر روز این دویدن رو افزایش بدی و مسافتش رو، زمانش رو و این ارتقا رو هر روز انجام بدی، به یه زمانی میرسه میای میگی حسن آره همون حسی که یه روزی راجبش صحبت کردی من امروز گرفتم چی داری میگی. ببین چون واقعا خارج از وصف توی کلماته، شاید خیلی قیاس جالبی نباشه، ولی شاید بگیم همون یه سری چیزایی که مصرف کنی و خیلی هایشی یا خیلی مثلا حالت عوض میشه، دویدن شاید بگیم قوی ترینشه. و شما وقتی که اعتیاد پیدا کنی به دویدن و وقتی که هر روز بدویی، اون حسه بهت دست میده و این با واقعا باعث میشه که از لحاظ معنوی و از لحاظ عاطفی، یعنی ابعاد دیگه ای از زندگی رو میتونی در واقع توی خودت پرورش بدی و ارتقا بدی، که اینا خیلی خیلی شاید هر جایی نتونی اینا رو در واقع پرورش و ارتقا بدی. شاید توی ورزش های مختلف بتونی تو جسمت رو در واقع رشد بدی، تقویت بکنی، یا حتی شاید مثلا توی سوشال مدیا یا قسمت های مختلفی از زندگی بتونی رشد اجتماعی داشته باشی، یا حالا چه میدونم با درس خوندن، مطالعه کردن بتونی رشد ذهنی داشته باشی. اما این رشد عاطفی و رشد معنوی به واسطه اون هورمون هایی که توی بدن تولید میشه و به واسطه اون در واقع حس و حالی که توی دویدن به تولید میشه، یک حس کاملا ناب و منحصر به فردیه که شما فقط و فقط توی دویدن حسش میکنی. آقا این دویدن عجب چیز حال خوب کنیه واقعا، خیلی نوش جونت همه تون باشه که میدوین انقدر در مورد چیزهای مختلف صحبت کردیم که اولین چیزی که به ذهن اون میرسه که فیت شدن و رو فرم بودن و اون خودش باعث اعتماد نفس میشه و تمام اینا رو اصلا در موردش صحبت نکردیم، یعنی انقدر در مورد عوامل دیگه صحبت کردیم که قراره که توسط دویدن بهش برسیم، که اون اساسی ترین چیزی که همیشه تو ذهنمون بوده رو اصلا نیاوردیم، گذاشتیمش کنار. میبینی چقدر جالب شد؟ آره انقدر مزایای مختلفی داره. میگم ما اصلا گفتیم ابتدایی ترین چیزش رشد بدنی و رشد جسمانیه، خب اونو که بذاریم کنار به واسطه این کنار. که کاملا ذاتیه، کاملا بیس توی بدن و این یه نعمتیه که در واقع خداوند گذاشته، همینطور که تو خیلی خوب اشاره کردی کم هزینه است، جای خاصی نمیخواد، در واقع توی همه آب و هوا توی هر شرایطی میتونی انجامش بدی، خیلی امکانات خاصی هم به اون صورت نمیخواد و همه اینا باعث میشه که در واقع خیلی در دسترس تر باشه. و زمانی که شما همه اینا رو داری، به علاوه اینها میای توی در واقع طبقات اجتماعی، طبقات در واقع معنویش، ذهنیش و عاطفیش هم که توضیح دادیم که چقدر میتونه در واقع به شما کمک کنه دویدن دیگه، اگه نمیخواد بدوید دیگه فوق‌العاده. ببینید اینا رو آدم وقتی از زبان تو هم میشنوه یه جور دیگه‌ای به دل آدم میشینه. میدونی تو خیلی صلاحیت صحبت کردن در مورد اینو داری. ما حتما این پدیده شگفت انگیزی که داره اینجوری رشد میکنه، ولی وقتی مزایاش آدم از طرف تو میشنوه، که برای من تو از ابعاد مختلفی قابل احترامی، یعنی فقط ورزش حرفه‌ای نیست، این از نظر شخصیتی، کاری، همه چی یه پکیجی هستی که اصلا اینو تو باید در موردش صحبت بکنی. و حالا که پای صحبت سریع‌ترین مرد ایران نشستیم و سریع‌ترین مرد آسیا نشستیم، این یک فرصت برای همه بچه‌ای که الان همراه ما هستن، تمام دوستامون، بیا یکم بریم سمت حسن تفتیان و حسن تفتیان بچه ها رو راهنمایی بکنه از بعد فنی، چون تو سال هاست تو این حوزه در
بالاترین حدش داری فعالیت میکنی و تو یک فرصت فوق‌العاده هم داشتی، تو پای صحبت بزرگترین مربی ها و بزرگترین ورزشکارا و همراهی با اونا رو هم داشتی که شاید بقیه این فرصت حتی امکانش براشون نباشه، اصلا تو این موقعیت قرار نمیرن. تو میری فرانسه، میری جامائیکا با ورزشکارهای مختلف، میادین بزرگ، المپیک، مسابقات آسیایی، تو یک گنجینه ای از تجربیات و ترفندها هستی که الان باید آدم ها بشینن با دل و جون پای صحبتات ببینن که چی براشون داری. که میدونی ذات برنامه ما این بوده که همیشه یه سری تجربه و یه سری کادو انتقال پیدا میکرده به مخاطبامون و توی موضوع به این مهمی منتظریم کادو رو ازت بگیر. ببین صادقانه، من همیشه خیلی ایران رو خیلی دوست دارم و اینو نه در حرف، به واسطه اینکه هر آن چیزی که از ایران هم هست دوست دارم. و زمانی که ما سبک زندگیمون تغییر میکنه به واسطه خب حالا الگو برداری از کشورهای مختلف و اینها، اصلا هیچ وقت اینو نمیپسندم. یعنی میگم ما هر آن چیزی که ایرانیه و ایرانیزه است همون بهترینه و خوبه و نباید دستش بزن. اما یکی از تغییراتی که این سالیان سال به تبعیت مسافرتی که مردم کردن به خارج از کشور به واسطه شبکه‌های اجتماعی، به واسطه حالا خیلی در واقع اینترنت یا حالا از این قبیل مسائل، یه تأثیری که روی لایف استایل مردم ایران گذاشته، خب این سبک زندگی سالم که خب حالا شاید یه زمانی میگفتن حتما باید بریم مثلا جیم یا مثلا باشگاه یا یوگا کنیم یا چیزای از این قبیل. و خیلی خیلی امیرحسین خوشحالم که الان دویدن شده به عنوان یک نماد برای سبک زندگی سالم و آدم ها کیف میکنن از اینکه تو شبکه‌های اجتماعی عکس از کلاس‌های دوشون میذارن. این یه حس خوبی بهشون میده، یه حس ارزشمند بودن بهشون میده و یه هویتی برای خودشون ساختن که من به عنوان یک دونده و یه ورزشکار و کسی که یک دونده است یه آدم قابل احترامی هم، یه آدم با اعتماد به نفسی هم و این خیلی برای من ارزشمنده و خیلی کیف میکنم از این در واقع تغییری که من حس میکنم واقعا ما شاید از غرب گرفتیم به واسطه اینکه خب خیلی از کشورهای پیشرفته این رو از سالیان خیلی قبلتر شروع کردن. یعنی حداقل به واسطه ورزش کردن، من اینکه 10 ساله دارم خب هی رفت آمد میکنم توی کشورهای مختلف، میبینم که صبح زود اکثر آدم ها دارن میدوئن توی خیابون، قبل از شروع کردن روزشون ورزششون رو شروع کردن. و این چند سالی که توی ایران راه افتاده و من تک و توک میبینم که خب مثلا صبح زود که من دارم میرم تمرین یه سری آدم ها توی خیابون میدوئن و یه سری تغییرات فرهنگی این شکلی که داشتیم واقعا منو ذوق زده میکنه و باید بگم دمتون گرم. همینجوری برین جلو، تغییر کنید همینجوری مثبت، که این تبعات فوق العاده امیرحسین روی اجتماعمون، روی جامعهمون خواهد داشت. از همه مهمتر ما آدمهای سلامتتری خواهیم بود. از همه مهمتر اینکه بانوان عزیز کشورمون بتونن بیان توی اجتماع، بیان ورزش کنن، کارهای اجتماعی این شکلی انجام بدن، برای من فوق العاده ارزشمنده. و همینطور که گفتیم چه چیزی بالاتر از دویدن که همه اون در واقع توصیه های فردی و رشد فردی و یک جا در یک پکیج داره به شما ارائه میده، که خب این تبعاتش برمیگرده به همه در واقع ابعاد جامعه همون. و از این بابت من خیلی خوشحالم. فقط میخوام حالا اون کادویی که گفتی، فقط میخوام همینقدر ذوق زده بگم که فقط همینو ادامه بدید، برید بدوید تو خیابون با هم تیمیاتون، تو گروه های مختلف، تو کلاس های مختلف، هر جوری که فکر میکنید براتون درسته برید بدوید. منم از همینجا توی پیجم هر کمکی که بتونم از این به بعد بهتون میکنم که شما صحیح‌تر بدوید، راحت‌تر بدوید و بهتر بدوید. و شاید یه جورایی از همینجا مثلا خیلی عمومی بشم مربیتون که بهتون نکاتی در مورد در واقع دویدن و نحوه صحیح دویدن و اینها بهتون بگم. اما واقعا چند تا نکته رو میخواستم بگم امیرحسین، که گفتی به واسطه تجربه کردن به دست آوردی و من به واسطه تجربه کردن به دست آوردم که دویدن یک نمونه کوچیکی از زندگیمونه، یک بازیه که انگار یه بازی زندگیه، در واقع دویدن بازی زندگیه.
که ما توی دویدن داریم ابعاد کوچیک شده یه تمام زندگی رو بازی میکنیم. و خیلی برای من جالبه، شما زمانی که به دویدن عادت میکنی و هر روز داری میدوی و این برای تو یه تکرار میشه، خیلی اثرات مثبتی در ابعاد دیگه زندگیت میتونی ببینی که بعضا برای آدم هایی که شاید ندویدن یک سد بزرگه یا یه فاجعه است، ولی برای تو خیلی خیلی ایزی و به راحتی از کنارش رد میشی. و این تنها فلسفه دویدن و این تنها چیزیه که من از دویدن به دست آوردم، که واقعا شما هر آن چیزی که در زندگی میتونید تجربه های سختی داشته باشید و به واسطه حالا پایین بالا بودن زندگی شاید روزهای سختی داشته باشید، با دویدن میتونید خیلی این مسیر رو هموار کنید، به واسطه اینکه انقدر این ورزش جسم و ذهن شما رو تقویت میکنه که دیگه اصلا یه سری مشکلات به چش شما نمیاد. وقتی میگم مثلا همینطور، مثلا بخوایم مقایسه کنیم، یه نفری که داره میدوه اصلا این براش مشکل نیست، ولی یه نفر که نمیدوه براش یه فاجعه است. واقعا به عینه دیدم که این توی زندگی آدم ها میتونه باشه. پس دیگه بهتر از این چی میخوایم؟ یعنی ما در واقع میخواستیم که توی زندگی آرامش داشته باشیم، خوشحال باشیم، اعتماد به نفس داشته باشیم، همه یه چیزهایی که در واقع در بالاترین اون هرم مازلو بهش اشاره شده که انسان ها بهش دست پیدا میکنن، شما میتونید با دویدن بهش دست پیدا کنید و بهش برسید. خیلی هم عالی. خب ما خیلی نگاه قشنگی به دویدن داشتیم، یعنی از اینکه چرا اینقدر دویدن محبوب شده، چرا اینجوری داره رشد میکنه شروع کردیم صحبتامونو، اینکه دویدن چه تأثیری میتونه روی رشد ما، روی توسعه فردی ما داشته باشه صحبت کردیم، با چه کسی هم صحبت کردیم، شاید شایسته ترین کسی که میتونستیم همراهمون داشته باشیم به زبان فارسی اینا رو برامون تعریف کنه، و رسیدیم تا اینجا و داریم کادوامون رو ازش میگیریم. و این آخرای گفتگومون، اگر کادوی دیگه ای هم داری به همون بده خوشحال میکنم. ممنونم امیر حسین عزیزم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتی دوباره که بتونیم راجع به یه موضوع پر اهمیتی مثل دویدن صحبت کنیم. و همینطور که گفتم، امیدوارم که خب واقعا مردم با همین سرعت و شاید با شتاب بیشتری به این تغییر سبک زندگیشون در واقع سرعت بدن و تغییرش بدن و برن به سمت دویدن، به سمت در واقع این نعمتی که خداوند در وجود همه ما گذاشته، که خب کلی هم از در واقع اثرات و فوایدش گفتیم. و خیلی خوشحال شدم بابت این گفتگو، امیدوارم که حال همه خوب باشه این روزا با دویدن. حال تو هم خوب باشه. چالش شروع نمیدونم، الان حدودا 40 دقیقه با هم گفتگو کردیم و امیدوارم که دونده ها این پادکستی که با هم داشتیم رو گوش بدن و بهشون کمک بکنه و توقع داشته باشیم تو این 40 دقیقه چقدر دویده باشن تا به جای خوبی رسیده باشن. خب واقعا بستگی به اون سابقه تمرینیشون، چند وقت دویدن رو شروع کردن و سطح آمادگیشون و خب همه اینا خیلی بستگی داره. تو براشون یه هدف بذار برای بچه ها، یا ازش رد شدن یا بهش میرسن. آره ببین، من اینجوری هدف میذارم که خب واقعا شما 40 دقیقه رو بذار برای ورزش کردن، حالا با هر ساعتی که هستی، یعنی حتی اگه روز اولت هم هست، حداقل 10 دقیقه شو بدو 10 دقیقه شو قدم بزن، 5 دقیقه شو بدو 20 دقیقه شو قدم بزن، که این مثلا 40 دقیقه پرشه. یا حالا به هر حال اگه مثلا یه خورده حرفه‌ای تر هستی، نیم ساعت شو بدو 10 دقیقه آخر قدم بزن، یا 40 دقیقه رو بدو. و امیدوارم به قول تو حالا این 40 دقیقه یا هر چند دقیقه که این پادکستمون در واقع ضبط میشه و در واقع انجام میشه، یه حال خوبی به دونده ها بده که بگن واقعا آره همینطوره که شما گفتید. من خواه از طرف تو آخه یه کادو بدم به بچه ها، کسایی که در طول این پادکست نمیدونم خروجی چقدر میشه، اونایی که 6 کیلومتر رو دویده باشن برای ما اسکرین شات بگیرن از این حالتی که دارن پادکست رو گوش میدن و این مسیر رو دویدن، من میخوام از طرف تو 10 جلد کتاب بدیم به این بچه ها. و چون
کتاب پادکست اون که تا اون موقع داره چاپ میشه و قراره که عرضه بشه، 10 جلد از طرف تو تقدیم میکنیم به کسایی که این مسیر رو دویدن و پادکستمون رو گوش کردن. 6 کیلومتر گذاشتیم براش. 6 کیلومتر خوبه؟ قشنگش میکنه، حالش خوب میشه. خیلی گفتگوی مفید و حال خوب کنی بود همه جوره، هم خودمون کیف کردیم، هم میتونه به آدم ها کمک کنه که به این حال خوبه برسه. من که لذت بردم مثل همیشه، چقدر خوشحالم که بار دومه با هم دیگه صحبت میکنیم. برات آرزوی موفقیت داریم، تو نماد سرعت ایران و آسیایی، آدم فوق‌العاده‌ای هستی و به عنوان نمایندمون تو المپیک برات آرزوی موفقیت میکنیم. ممنونم ازت، مرسی که این وقت رو در اختیارم گذاشتی و امیدوارم که صحبتهایی که کرده باشم در واقع به درد دوستانمون بخوره و شروع کنم به دویدن و کلی حالشون خوب بشه و روزای خیلی خوبی داشته باشه. یک دنیا ازت مرسی. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید و بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید.